भी तो मैं नहीं, ये मेरे हम برو تو، بیا. برو تو. وای وای، عالیه. بالاخره اومدیم خونه خودمون، مگه نه؟ مامان، اتاقمون کدومه؟ میگم بهت دخترم، فکر کنم اونجاست. آروم برید که نیفتید. چطوره؟ خونه خوبیه. اینجا اتاق ماست. اینجا؟ باش. خوبه نه؟ آره خوبه. چی شد؟ آخ، چیز خاصی نیست، یکم خستم. الان قهوه درست میکنم. نه نمیخواد، خیلی دیر شده. از بچه ها بپرس ببین چیزی میخورن. من لافا رو در میارم، معلوم نیست کدوم جعبه است. باش. انگار یکی داره صدا میکنه. وایسا، بهتره بریم طبقه بالا ببینیم اونجا چیه. نه خیر، بالا تاریکه، من نمیام بالا. دیوونه شدی؟ آخه کی تو خونه خودش میترسه؟ اینجا خونه خودمونه، از چی میترسی؟ باشه تو اینجا بمون، من میرم برمیگردم. بیا، انگار مامان داره صدامون میکنه. وایسا، همینجا نگه دار. چرا؟ نگه دار. چرا؟ هنوز نیم کیلومتر راه مونده تا خونه. خب چیه مگه؟ من میخوام پیاده برم، ریکشا میگیرم. هوا خیلی گرمه، دیوونه شدی؟ آره، یکی خیلی رو مخم رفته. باشه خب، ولی چه فرقی میکنه؟ بذار یه ذره دیگه جلو برم، لطفاً. نمیتونم ریسک کنم. لطفاً. وات. باشه باشه، اول قول بده شب میای رو پشتمون. نمیتونم قول بدم، بستگی به مامانم داره. اوهو، این مامان تو رو من نمیتونم بفهمم. در مورد مامان خودت چی فکر میکنی ها؟ دوتاشون مثل همن. حالا وقتی رسیدی نسیج بده. باشه. گوش کن. بای بای، دیرم شده. گوش کن دیگه. ساعت پیش به بیمارستان زنگ زدم. کجا بودی تو؟ ماریا انقدر اینجا منتظرت موند، همین الان رفت. خوب شد بهتر، نجات پیدا کردم. حالت خوبه؟ ماریا میخواست ببینه تو. مادر جان، من سرم شلوغه، خوشحال میشم مسئولیت کسی به گردنم نباشه. لطفا شما هم اینو درک کنین. لطفا. آخه چت شده تو؟ ما فقط همین یه فامیل برامون. چی شده؟ اینا که قبلا نبودن، حالا که اوضاع خوب شده و پسرت خوشتیپ شده مهربون شدن. تا اون موقع این آدما کجا بودن وقتی مشکل داشتیم؟ خونمون قحطی بود. بگو ببینم کجا بودن ها؟ کجا بودن ها؟ هی بابا، حمید شرمنده است دیگه، 10 بار عذرخواهی کرده. مامان لطفا، من اعتراضی به رفت و آمد شما با اونا ندارم، اما منو وارد نکنی. شیفت شب بودم، خستم،
میرم یکم بخوابم. لطفاً. من از ماریا خوشم میاد پسرم. چه جوری به این پسر بفهمونم آخه؟ اینو ببین افشان. پسر عربستانه، کار خیلی خوبی داره. عربستان؟ نه نه. من دخترم رو از پاکستان بیرون نمیفرستم. افشان، آینده ی دخترتو ببین. مردم دنبال خواستگار از خارجن، تو قبول نمی کنی؟ آخه من به جز این دختر کیو دارم؟ اونو بفرستم پاکستان؟ نه عزیزم، اگه دنبال خواستگاری یه پسر تحصیل کرده تو پاکستان پیدا کن. مامان! باشه، بازم می گردم، سعیمو می کنم. داره صدا می کنه، کارن اومده. مامان، این چغاله چرا هر روز میاد اینجا؟ من که بهتون گفتم من نمیخوام ازدواج کنم، چرا نمیفهمین ها؟ آروم حرف بزن، صدا تو میشنوه. تو کالج بودی، برای همین گفتم بیاد. اگه الان نمیخوای ازدواج کنی پس کی میخوای؟ من کیو برات پیدا کنم؟ مامان خوشگلم، هنوز یه سال کامل مونده من درسم تموم بشه، پس لطفاً بذارین با آرامش درسمو بخونم. کارن، نمیفهمی کی سال تموم میشه؟ خواستگارای خیلی خوبی داره معرفی میکنه، حتما یه کیس خیلی خوب پیدا میشه. خواستگار خوب کمه. اونی که توی قسمت من باشه بالاخره با هم ازدواج میکنه، انقدر نگران نباشین. حرفمو گوش کن آیشه، دختر هایده رو دیدی؟ دیدی 30 سالش شده هنوز دختره تو خونه است. میدونی چرا؟ برای اینکه وقتی موقع ازدواجش بود ناز میکرد، وقتی هم که سن ازدواج بگذره حاضری به هر بی سر و پای جواب مثبت بدی. مامان یه حرف یادتون باشه، من بدون رضایت خودم به کسی پا نمیدم. آره، اما از ناراضی بودن شما هم خب میترسم. یه چیز دیگه هم یادتون باشه، من از ناراضی بودن خودم هم خیلی میترسم. دختر عروسک ملوسک من اینو میدونم که تو از نارضایتی من میترسی، برای همین بهت قول میدم که منم بدون رضایت تو هیچ کاری نکنم. باشه؟ خب ببین باشه. چی میگم، اون خیلی وقت نشسته، بذار برم عزیزم. هیچی بدون خواست و رضایت تو اتفاق نمیفته. الان برو غذا تو بخور. کار دیگه جز انداختن ما بین اون ندارن که. تبش هنوز 38 درجه است. معلوم نیست چی شده، یه ساعت شده. دارو هم که دادیم، چرا تبش پایین نمیاد؟ آخه من نمیفهمم این بچه‌م چش شده. امیرم از دیروز خیلی ترسیده. من نمیدونم این بچه‌ها چی کار کردن. عامر، این خونه جن زده نیست؟ چه حرف بی خودیه میزنی تو؟ تو این دور زمونه خونه جن زده کجا بود؟ کل شب من خودم اینجا بودم، تو هم بودی. اگه قرار بود چیزی بشه میشد. تو چیزی دیدی؟ نه دیگه. اما به هر حال بچه ها این چیزها رو میبینن. اصلا از کجا معلوم منان چیزی ندیده باشه؟ حرف بی خود نزن. اگه از این خبرها بود مشاور بنگاهی میگفت. مشاورای بنگاه میخوان کمیسیونشون رو بگیرن، چرا این چیزها رو بگن؟ به هر حال بچه من از ترس تب کرده، همینو بس. تو نگران نباش، من به دکتر زنگ میزنم، همه چی درست میشه. کی اومده؟ تو به دکتر زنگ بزن، من میرم ببینم کی. باشه برو. الو، سلام آقای دکتر، عامر هستم. بله، اسم من جهاناراست، من همسایتونم. البته همسایه دیوار به دیوارتون. آهان، بفرمایید داخل. انگار شما نگرانین، از خونتونم یه صداهایی می اومد. بله اتفاقا. لازم نیست چیزی بگید، من همه چیزو میدونم. در اصل ما دوتا خواهریم. من خواهر کوچیکی هستم، جهانارا. خواهر بزرگم آلماراست. ما دوتامون طب روحانی بلدیم و شفا میدیم. طب روحانی؟ این دعا رو
توی آب حل کنید و همش رو به دخترتون بدید بخوره. من که گفتم من همه چیز رو میدونم. ترس شما کاملا به جاست. این خونه جن داره. جن؟ تعجب کردین؟ کسی بهتون نگفته؟ حتی بچه‌های محلم میدونن. گوش کنید، اما این خونه رو مشاور املاک به ما معرفی کرده. اون چیزی بهمون نگفت. تازه همین دیشب اومدیم اینجا. کافیه. کاری که باید میشد دیگه شده. اگه خیر و صلاح خودتون و این خونه رو میخواین، عصر تا قبل از چهار بیایید پیشمون. ما یه دعای خیلی قوی داریم که هیچ جن و پری نمیتونه حتی نزدیکش بشه. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنه شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. چی شده؟ خانم جون، راستش شوهرم اصلا به هم نگاه هم نمی کنه. 8 ساله که عروسی کردیم. 2 سال اولش خیلی خوب بود، اما یواش یواش انگار بعد از یه مدت از من زده شد. یه زن دیگه تو زندگیشه. زن دیگه؟ آره، اون همسایه‌مون هست، زبیده. من نمیذارم بیاد تو خونم، اما نمیتونم شوهرمو نگه دارم. فکر کنم اون به یه بهونه‌ای. بسه بسه، همینقدر توضیح کافیه. کارت راحته، اما دعاش خیلی گرونه. شما نگران قیمتش نباشید، من همه طلاهامو میدم. فقط تو رو خدا شوهر منو از دست این زن نجات بدین. این دعا رو توی آب حل کن، بده شوهرت بخوره، اما نباید چیزی بفهمه. شما نگران نباشید، حواسم حسابی جمعه. حالا برو خونه. شب که دعا رو به خورده شوهرت بدی، صبح از این رو به اون رو شده. اون زن خودش از شوهرت دور میشه. دعا؟ اگه دعا رو به شوهرم بدم بعد اون زن ازش دور میشه؟ تو به این کارا چی کار داری؟ لازم نیست چیزی بفهمی، کاریو که گفتم بکن. خانم جان، چقدر بدم؟ هدیه رو بعد از اینکه کار درست شد بده، الان نه. ممنون خانم جان. ساعت 4:30 شده. همسایه هنوز نیومده. شوهرش خیلی لجوجه، ممکنه نذاشته که بیاد. اشکالی نداره، من از اول میدونستم که نمیاد. خب بعد؟ بعد چی؟ وقتی جن رو با حرف قبول نمی کنن. خب
خدای من، بسم الله. معنی ساعت 6 نمیشه یارو به هفته فهمیدی؟ قبلا بهتون فرموده بودم بستگی به مامان جونم داره. تازه خاله هم اومده بود اینجا. پس یعنی برای کارن خانم یه خواستگار دیگه هم اومده از اون خوبا پول داره؟ بله آقا فهد، دوباره واسم خواستگار اومده. حالا به خاطر خدا یه کاری بکن. من فکر میکنم الان فقط خواستگارا میان و خیلی زودم عروسی میشه. آره کارم خوب نیست. بذار یه کار خوب گیرم بیاد. جلوی دستم مامانم خالیه، نمیتونم چیزی بگم. بابامم که کلن طرفدار مامانمه. خوبه پس همین امشب عروسی. ای بابا وایسا، حالا گوش کن، چرا قاطی میکنی؟ من یه فکری دارم. خب ببین، من همراه تخصص کارمو ادامه میدم و به موقعیت خوب که رسیدیم با هم دیگه ازدواج میکنیم. تا تمام شدن درس من فقط و فقط یه سال دیگه مونده. میتونم تا یه سال مامانو راضی نگه دارم، ولی بعد از اون دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم. یه فکری دارم، یه ایده. نمیتونی به خاطر من یه سال خودتو بندازی؟ میشه یا نمیشه؟ این چه حرفیه میزنی تو؟ حرف یه ساله. خب که چی؟ دیوونه شدی؟ به خاطر جناب عالی یه سال کاملو بیفتم؟ تازه اگرم بیفتم مگه مامانم منو میبخشه؟ تازه شم فهد، اون خیلی واسه درس خوندن من زحمت کشیده. من نمیتونم همچین کاری بکنم. تو امروز جلوی ندا زبونت قفل بود؟ ها؟ تو اصلا میدونی ندا کیه؟ ندا طرفدار سرسخت مامان جون منه. هر حرفی که بشه میدوه میره به مامانم میگه. خب من چه جوری با اون حرف بزنم؟ یه قول باید بهم بدی. میدی؟ تو به جز من با هیچ کس دیگه ازدواج نمیکنی. فهمیدی؟ من به جز تو با هیچ کس دیگه ازدواج نمیکنم. قول میدم. اما اگه مامان جون خودت قبول نکرد بعدش چی؟ بعد؟ بعد من حرف مامان جون قبول میکنم و با یه دختر دیگه ازدواج میکنم. چیکار میتونم بکنم؟ خیلی خوب، تو برو یکی دیگه رو بگیر. دیگه هم نمیخواد به من زنگ بزنی. آفر کارن دید. کجا میری؟ وایسا یه لحظه. ای بابا نرو، گوش کن. ای بابا چیزی بیارم که بخورین؟ شما از صبح چیزی نخوردین؟ حالم خوب نیست. میدونین تو خونه همینطور داره یه برنامه هایی میشه. خب معلومه اونجا چطوری رنگ آرامش ببینه. اینا خیلی آدم های خوبی هن. از رفتن حرفی نمیزنن. میرن تا امشب مجبورن. خواهر چرا حالت اینطوری شده؟ نمیدونم، حتما بدنم ضعیف شده. از شب دعای جدید رو شروع کردم، شاید به خاطر اونه. براتون یخنی درست کنم. دلنواز کجاست؟ کاری که بهش گفتم و انجام داد؟ بله انجام داد. یه چیزی هست، هر کاری میگم باید 2 دقیقه انجام شه. میخوام دعامو شروع کنم. Thank you.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. کارن مگه من چیکار کردم عزیزم؟ لطفا جواب بده. ده جواب تلفن رو بده دیگه. ای بابا مامان، زهرچوبه رو پیدا نمی کنم. آره تموم شده بود، اما دیروز که بلقیس رو رسوندم گرفتم بیرون گذاشتم. بردار بیار. عشق من کجا میری ها؟ تو چجوری اومدی اینجا؟ اومدم ببینمت. مگه دیوونه شدی؟ مامانم خونه است. مامان خونه است؟ خب برم ببینمشو. فاد مامانم الان میاد بیرون. خب بذار بیاد. چی میشه مگه برات فرق میکنه؟ پس با هم دیگه بریم بیرون. بریم نکن. برو از اینجا برو. آشه بشین. آخه خواهشان حرفمو گوش کن مامان، هر لحظه ممکنه بیاد بیرون. ببخشید من دیروز انقدر خواهش تمنا کردم تو حرفمو گوش دادی؟ منم قبول نمیکنم. کارن دارم میان مامان. کارن زرچوبه رو بیار. باشه مامان جون، الان میام. اومدم. فهد پاشو از اینجا برو. تو چه چودی دیوونه شدی؟ خیلی خوب باشه، حرفتو قبول میکنم، هرچی تو بگی قبوله. باشه، پیشنهاد خوبیه. قسم میخوری؟ آره قسم. قول؟ باشه قول. پس امشب میای با هم دیگه چای بخوریم؟ چای با هم؟ امشب؟ امشب نه نمیشه مامان، خونه است. چجوری بیام بیرون مگه دیوونه ای؟ باشه منم امشب چای نمیخورم. کارن دختر داری چیکار میکنی؟ مامان جون برم شلمو از پشت بوم بیارم، الان میام. فهد خیلی خوب باشه. بگو. من باهات میام. باشه، بهترین هدیه است برام. خیلی خوب باشه، برو دیگه. برو دو دقیقه برو دیگه، زود باش. کارن معلوم نیست این دختر کجا رفته، باید خودم برم ببینم. کارن بفرمایی. کجا رفته بودی؟ ببینم اون شالی که میگفتی کو؟ شال؟ اون شالو، آره مامان اونو انداخته بودم روی پشت بوم، بعد یادم رفته بود که قبلا برش داشته بودم. آره کلن یادم رفته بود. درسته که به فواد قول دادم، اما چطوری برم بیرون؟ مامان اصلا نمیذاره برم بیرون. چی کار کنم؟ اگرم نرم خیلی ناراحت میشه. وقتی من ناراحت میشم اب نداره، ولی اگه اون ناراحت بشه هیچ وقت قبول نمی کنه. کارن دخترم، نجمه زنگ زد دخترش تصادف کرده. چطوری؟ نمیدونم، بیرون بازی میکرده، ماشین زده بهش. زود باش بیا بریم ببینیمش. مامان من چطوری میتونم بیام؟ شما که میدونین چقدر درسام زیاده، همه یک شنبه‌م هم که هدر رفت، من نمیتونم باهاتون بیام. باشه اشکال نداره، من خودم درو از بیرون قفل میکنم میرم دخترم. من خودم قفل میکنم، شما چرا نگران میشین؟ دختر چطوری قفل میکنی؟ از تو که قفل نمیشه، فقط از بیرون میشه. دیروز خراب شده. راستی دخترم، امروز غذای چینی پختم، گرمش کن بخور. خیلی خوب، خدافظ. من رفتم. خدافظ. غذا تو بخوری. Thank you.
انگار شما نگرانی. از خونتونم یه صداهایی می اومد. ترس شما کاملا به جاست. این خونه جن داره. پسرم فوت، 2 دقیقه دیگه غذا حاضره ها. نه دارم میرم بیمارستان دکترم رات، باید 2 ساعتی جایی بره واسه همین من باید برم. ولی از صبح همچین برنامه‌ای نداشتی؟ خب کار اورژانسیه دیگه، یه دفعه پیش میاد. خیلی خوب، حداقل چایی تو بخور. نه مامان، همین الانم دیرم شده، یه چیزی تو راه میخورم. باشه بابا، خداحافظ. خداحافظ. خاله تو چه قبول کنی چه نکنی، این پسر حتما خاطرخواه کسیه. خب من شماره بیمارستانو که دارم باهاشون حرف میزنم. چی؟ آخه کی از بیرون قفل میکنه؟ آخه قفل تر از تو خراب شده، واسه همین مامان از بیرون درو قفل کرده. باشه بذار فکر کنم. آها یه کاری کن، واسه 5 دقیقه بیا پشت بوم. باشه. چی؟ پشت بوم؟ معلومه قفل در خونه تو خرابه، خونه من که نه. نه فواد، من نمیتونم از پله های شما بیام پایین. اگه کسی ببینه چی میشه؟ برای عشقمون از پله پایین نیای، میخوای چی کار کنی پس؟ تو نمیتونی برای من همین یه کار رو بکنی؟ ولی فواد، ببین هیچی نمیشه. لطفاً بهم اعتماد کن، اگه تو امروز پایه من باشی منم بعدم پایه‌تم. باشه؟ صبر نکن، بیا لطفاً. باشه؟ اوکی. الو بخش جراحی بفرمایید. سلام، عرض شد، من دکتر فوادم، با کی صحبت میکنم؟ بله دکتر فواد. به سلام خواهر، حالتون چطوره؟ خوبی؟ ممنون خوبم. خب خواهر بگین امروز شما تو اتاق عملین یا تو رسپشن ها؟ من تنهام، رومینا رفته مرخصی. خب خیلی خوبه، یه خواهش کوچیک ازتون دارم، از خونه مادرم اگه زنگ زدم بهشون بگین که من بخش جراحی ام. باشه لطفاً. باشه. ولی آقای دکتر، ببینین وقتی اومدم دیدمتون همه چیو میگم که چرا باید این کارو انجام بدین، اما الان لطفاً این کار کوچیکو برام بکنین لطفاً. باشه آقا، شما نگران نباشین، همین کارو میکنم. خیلی ممنونم، خدافظ. رو کراس بهت بگم که من میخوام دختر حمیده ماریا رو برای فواد خواستگاری کنم. خب عزیزم رو کراس، برو به پسرت بگو. چرا داری به من میگی؟ مگه من میخوام عروسی کنم؟ اون میخواد عروسی کنه، من عروسیمو کردم. آه عزیزم، اون قبول نمیکنه دیگه، شما باید کمکم کنی. ببین پسر من ماشاءالله درس خونده است، دکتره، خوشتیپه، جذابه، حتما یه هورو پری قسمتش میشه. خب مگه ماریا جادوگره؟ به خاطر اینکه دختر خواهرمه داری میگی؟ من اصلا چنین حرفی نزدم، لازم نیست حرف بذاری تو دهن. ببین خالد، شما واسه نشون دادن خونت به مشتری چقدر راضیشون میکنی؟ نمیتونی پسرتون رو برای ازدواج متقاعد کنی؟ یعنی میگی به زور به پسرم بگم با یکی ازدواج بکنه؟ تو خودت فکر کن این کار درستیه؟ پسر تو هم هست دیگه، خب خودت متقاعدش کن. چطوره؟ داره به من زود بیا، زود. خوبه. خب ببین من آروم جلو میرم، تو پشت من بیا، کسی اومد بهت اشاره میکنم، فهمیدی چی شد؟ من خیلی میترسم. چیزی نیست، هیچی نیست، من هستم، نترس. باشه باید دارم میگم من واقعا میترسم. هیچی نمیشه. ببین اگه یه وقت مامانم از پنجره ببینه که کسی توی ماشین نیست، مشکلی نیست، همه چی خوبه. خب هیچی نمیشه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. رشید خوب گوش کن ببین چی میگم. نه من به پسرم زور میگم، نه به کسی اجازه میدم بهش زور بگه. اون با کسی ازدواج میکنه که خودش دلش بخواد.
همین. خیلی خوب باشه دیگه. یهو بهم بگید که تو کاری نداشته باش که چی برای پسرم درسته چی غلط ها؟ اوه، یعنی تو عقل کلی و فقط تو میدونی چی درسته و چی غلط. فهمیدم. پس بگو حتما باهاش حرف زدی. من کجا باهاش حرف زدم آخه؟ اون هنوز بچه است. یکی دو بار ماریا رو میبینه و خودش هم قبولش میکنه. شاید. تازه منم خیر بچه‌مو میخوام دیگه. نگفتم سرتو بالا نگیری یا ده دقیقه پیش رفته بود، یعنی دوباره برگشت. برم ببینم. نمی کنی بفهمی؟ منان با خوردن آب اون دعا بلند شده و خوب شده. آخه چرا نمیذاری من برم پیش اون دعا نویسا؟ چه حرفای بی خودی میزنی؟ من بهش دارو دادم، آنتیبیوتیک دادم، حالش خوب میشد. این اولین باری نیست که بچه‌مون مریض شده. تو این خونه داره اتفاقای عجیب غریب میفته. من ماجرای تابلو نقاشی صبح که اینقدر مهمه رو بهت گفتم، اما تو انگار نه انگار. این خیالات توه، فقط خیالات. حرف اون زن رفته توی مغزت. اصلاًم خیالات نیست. من از همه محله پرسیدم. این خونه جنزده است آمر. ما از این خونه میریم. چرا داری مزخرف میگی؟ من پول یه سالو پیش دادم. همشو ول کنم؟ آره ولش کن. چون که مشاور بهت دروغ گفته بود. این خونه جنزده است. اون اینو بهمون نگفت. برای ما چیزی مهمتر از بچه‌هامون نیست. بچه‌مون مریض شده آمر. بهش چی بگم؟ چرت و پرت تحویلش بدم؟ این تویی که فقط یه سری چیزا دیدی و شنیدی، ولی من نه. خب این حرفای مسخره رو بهش بزنم، فکر میکنه منم مثل تو دیوونم. یعنی چی؟ تو فکر میکنی من دیوونم؟ همه این حرفا رو از خودم ساختم؟ اگه چیزی توی این خونه هست، بس چرا من نمیتونم اونو ببینم؟ بچه، صدای بچه است. منم. وای خدای من. من بهت گفته بودم نمیتونم زندگی بچه‌هامو به خطر بندازم. خواهش میکنم عزیزم از اینجا بریم. بهت گفته بودم از این خونه بریم. یه دقیقه ساکت شو. خوبی پسرم؟ من اومدم. نترس، چیزیت نمیشه. بیا عزیزم، بیا. امیر، امیر بیا بغلم، بیا بغلم، بیا بیا بریم دیگه. تو این خونه نمیمونیم. وسایلمونو جمع میکنیم و همین الان از اینجا میریم.
دلم میخواد از پشت بوم بندازمشون پایین. هر کی میاد تو خونه من اینجا رو کثیف میکنه و به هم میرزه. هر کی بیاد استخونش رو خورد میکنم. دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.